گاهی ما بعضا این بحثا رو در بعضی جا داریم، بعضی از دوستان و رفقای ما میان میگن که حالا اصلا چه ضرورتی داره طرح این مباحث؟ مثلا حالا میخواید بحث کنید که آیا توحید فلاسفه درست هست یا درست نیست، حالا جان مردم هستن بالاخره به خداوند ایمان دارن، دارن نمازشون رو میخوانن، عبادتشون رو دارن میکنن، این جوریه، شما چه اصراری دارید در این مسئله؟ میگیم بابا توحید درست، عقیده درست در باب خداوند معرفت الله امر بسیار مهمی است، به این سادگی نمیشه ازش گذشت. در جنگ صفین یک کسی میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، تو همون کوران جنگ بوده، حالا ظاهرن جای وقفه حاصل شده بوده، یک کسی میاد از حضرت سوال میکنه که یا امیرالمومنین معنی واحد چیست که میگیم خداوند واحد است؟ چند نفر از اطرافیان حضرت برمیگردن تعرض میکنن به این آقا که آقا حالا توی کوران جنگ جای این بحثه؟ شما آمدید تو کوران جنگ دارید سوال کلامی میکنی؟ حضرت فرمود نه، مزاحمش نشید، ما برای این داریم میجنگیم، ما داریم برای معنای درست توحید داریم میجنگیم. حضرت اونجا براشون توضیح دادن، گفتن واحد 4 معنی داره، 2 معناش راجع به خداوند درست نیست، 2 معناش راجع به خداوند درسته. پس مسئله مهمه. ببینید در باب توحید باز خیلی مختصر و مجمل من عرض کنم، مبنای قرآن و اهل بیت علیهم السلام و بلکه تمام فریاد قرآن و اهل بیت با صدای رسا اینه که ما دو گونه وجود داریم در عالم، در هستی دو سنخ وجود داریم، یکی وجود مخلوقی و مخلوقات، یکی هم وجود خالق. وجود مخلوقات اینها متجزیان، جز دارن، مرکبن، از اجزای مختلف ترکیب شدن، متغیرن، تغییر دارن، جوان پیر میشه، بچه از جوان میشه، سالم میوه فاسد میشه، کوچیک بزرگ میشه، زنده است میمیره، نطفه است علقه میشه، مثلا متغیرن، زمان دارن، دیروز نبوده امروز هست، 100 ساله عرض کنم که از عمرش مثلا میگذره، 1,000,000 سال مثلا فلان سیاره یا چی کمتر یا بیشتر عمر داره، امروز نیست و فردا به وجود میاد، زمان داره، مکان داره، اینجا هست و اونجا نیست. اینا وجود ویژگی های وجود مخلوقی هست، مقداریست، امتداریست. این وجود در جای خودش در کلام براش برهان آورده میشه، این وجود یک نمیتواند به وجود آورنده خودش باشه، عقل چنین چیزی را مجاز نمیدونه که بدون علت چنین وجود مقداری و متجزی و زماندار و مکاندار خودش ایجاد بشه. این اولا. و ثانیا خلاف برهان عقلی است که این نوع وجود ازلی باشه، یعنی بگیم اساسا نیاز به خالق نداره، مثل آنچه که دهریین میگن هر چی که به عقب برمیگردیم این وجود بوده است. در علم کلام بحث میشه، برهان تطبیق آورده میشه که وجود بی نهایت و ازلی راجب مخلوقات این محاله، ما وجود بی نهایت در عالم وجودات مقداری و کمی نداریم، حتما مبدأ و آغاز باید داشته باشه. و این در واقع مفاد همون قیاسی است که در کلام ازش بحث میشه که العالم متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم حادث، و بعد از حدوث عالم منتقل میشیم به عرض کنم که محدث عالم و خالق عالم. پس چون نمیتونه به وجود آورنده خودش باشه و ازلی هم نمیتونه باشه، حتما باید مبدأ داشته باشه، به این ضرورت میرسیم که باید خالقی داشته باشه، موجدی باید داشته باشه.
اون خالق و اون موجب نمیتونه از جنس این مخلوق باشه، از این سنخ وجود نمیتونه باشه. یعنی اگه قرار باشه او هم متجزی و مرکب و زمانی و مکانی و امتدادی و مقداری باشه، اونم که شد مخلوق، اونم باز حادث باید باشه، اونم ازلی نمیتونه باشه. پس نتیجه میگیریم که وجود دیگری که شیء بخلاف الاشیاء به تعبیر معصوم علیه السلام،